متاسفانه این بحث جاسوسی از و این اتهامی که به بهائیان زده شده از قبل از به صدا انقلاب هم تا حدی وجود داشته، بعد از انقلاب مطمئنا خیلی تشدید شد و به بنده هم بازجوی محترم بارها این مطلب رو عنوان میکردن که خب این شما جاسوس اسرائیل هستید. دلیلش هم خیلی واضحه، چیزی که میگفتن اینه که مقر بتوعد به اصطلاح با عالی‌ترین نهاد جامعه باهایی الان در اسرائیل هستش، اما حقیقت اینه که از نظر تاریخی بسیار مسئله واضحیه. حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین باهایی بسیار قبل، حدود 140 50 سال قبل، به امپراتوری عثمانی در اون زمان تبعید شدن که عکا و که اصلا اصولا دولت اسرائیل تشکیل نشده بود، بخشی از امپراتوری بله عثمانی بود. دقیقاً دولت اسرائیل اصلا تشکیل در اون موقع نشده بود. برابر این اتهام واضحاً بدون به اصطلاح بنیان هستش و اون کسایی که بخوان بشنون این که این بدون بنیان هست میتونن اینو بشنون. ولی نکته که جالب به اصطلاح اینه که خود دادگاهی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی این اتهام رو رد کرده و شما اگه دقت بکنید در حدود سال 91 تا 92 حدود 32 شهروند باهایی در گلستان، در استان گلستان دستگیر شدن و به انواع اقسام شکنجه مبتلا شدن متاسفانه. و بعد در دادگاهی که برای اینها تشکیل شده بود و نتیجه‌ای که حاصل شده بود، اینها از به اصطلاح اتهام جاسوسی مبرا شده بودند. و بعد خب بعد شما و بعد البته این عزیزان به 193 سال مجموعاً حدوداً زندان به اصطلاح محکوم شدن. سوالی که ایجاد میشه اینه که خب اینا بر چه مبنایی اصلا محکوم شدن؟